سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. وقتی صحبت از سرمایه گذاری سودآور میشه، فکر همه به سمت بازار بورس و سکه میره. البته ممکنه اونها هم سودآور باشن، اما خب مقطعیان. بازار بورس، املاک، خودرو، سکه و دلار همه به نوعی سرمایه گذاری هستن، اما همیشه سودآور نیستن. این نوع سرمایه گذاری ها افت و خیز دارن، یه روز بالا میرن، یه روز پایین میان. حتی اگر سرمایه گذار خبره هم باشید، شاید نتونید همیشه تشخیص درستی از روند داشته باشید و غیر ممکنه ضرر نکنید. اگر بخوایم همین الان جمع‌بندی کنیم، میتونیم بگیم که این نوع سرمایه گذاری ها با ریسک زیادی همراه هستن و بدون ضرر نیستن. حالا تصور کنید کالایی وجود داره که اگر روی اون سرمایه گذاری کنید، هر یک ریال شما پس از مدتی 100 برابر میشه و به شما بر میگرده. نکته جالب دیگه راجع به این کالای عجیب که میخواییم به شما معرفی کنیم اینه که هیچ ضرری نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت داره. فکر میکنید غیر ممکنه؟ با خودتون فکر میکنید مگه میشه یه چیزی همیشه قیمت تصاعدی و رو به بالا داشته باشه؟ بله میشه، خوبم میشه. نکته جالب راجع به این کالا اینه که بزرگترین متفکران قرون، دانشمندان بزرگ تاریخ و ثروتمندان نام‌آور هم شدیداً این سرمایه گذاری رو توصیه کردن. اما تعداد معدود و اندکی از افراد به اون توجه کردن و سود خوبی از اون به دست آوردن. احتمالاً تا به اینجا یه برنامه هیجان زیادی پیدا کردید تا بدونید این کالای عجیب چیه که از سرمایه گذاری سودآور اون بیخبرید. ما به شما میگیم این کالا خود شما هستید. بله خودت. تویی که همین الان این برنامه رو میبینی. تویی که به فکر یک سرمایه گذاری سودآور هستی، بهترین جا خودتی. به قول برایان تریسی، در بدترین شرایط 3% از درآمدتون رو بر روی خودتون سرمایه گذاری کنید. شخصیت و دانشتون رو ارتقا بدید. با این کار آیندتون رو گارانتی کردید. یک سرمایه گذاری سودآور سرمایه گذاری یک پول، زمان و هزینه‌ای که صرف اون می کنید برگشتی بیشتر برای شما داشته باشه. در دنیا هیچ جایی بهتر از خودتون پیدا نمی کنید که روی اون سرمایه گذاری کنید. اگر تا قبل از دیدن این برنامه همچنان به فکر این بودید که پولتون رو کجا سرمایه گذاری کنید، چطور سرمایه گذاری کنید و چی بخرید و چی بفروشید، این برنامه دیدگاه شما رو 180 درجه تغییر میده. چون میخواییم راجع به یک موضوع کاملا جالب و تکان دهنده صحبت کنیم. قبل از شروع اجازه بدید آب پاکی رو دستتون بریزم. اینجا هیچ خبری از قمار، ریسک و استرس از سرمایه گذاری نیست. شما اگر اون چه رو در ادامه گفته میشه رو درک و اجرا کنید، در مدت کوتاهی ثروت، مقام و شأن اجتماعی به دست میارید. آماده اید؟ پس شروع میکنیم. شما برای شروع به یک سری چیزها نیاز دارید. از جمله یک دفترچه یادداشت کاملا شخصی، یک برنامه برای جدول بندی کردن، اینترنت برای تحقیق و جستجو و یک تقویم، سررسید یا هر چیزی که تاریخ رو به شما نشون بده. اینها ابزارهای شما هستند. پس از تهیه این ابزارها باید مرحله به مرحله پیش برید. حالا میریم سراغ مرحله اول. لیست 100 خواستتون رو بنویسید. این چیزایی که قرار لیستشون کنید همون چیزایی هستن که میخواید داشته باشید، به اونها برسید و به دستشون بیارید. این 100 چیز 100 کار مهمیه که باید در زندگیتون قبل از مرگ انجام بدید تا از خودتون و زندگی که داشتید راضی باشید. 100 آرزو، 100 رویا، 100 هدف مهم، هر چیزی که میخواید به اونها دست پیدا کنید. یک مثال از این لیست میتونه به این صورت باشه. نوشتن یک کتاب، سفر به دور دنیا، پیدا کردن 10 دوست جدید، داشتن درآمد 10 میلیارد تومان سالانه و کارهای بسیاری دیگه که آرزوش رو دارید. حالا شما اگر بتونید در طول سال فقط 5 تا از این چیزها رو به دست بیارید، در طول 20 سال شما به تمام خواسته هاتون در زندگی رسیدید. یعنی 20 سال بعد شما رضایت کامل از زندگیتون دارید، چون به تمام چیزهایی که آرزوش رو داشتید رسیدید. خوب نیست؟ به نظر من که عالیه. حالا باید لیستتون رو به 3 بخش تقسیم کنید. 1. چیزهایی که برای داشتنشون به مهارت نیاز دارید.
مثل نوشتن کتاب، یادگیری زبان جدید و تخصص خاصی داشتن. 2. چیزهایی که میتونید بلا فاصله به دستشون بیارید. شاید دیدن طلوع آفتاب یکی از کارهایی باشه که آرزوش رو دارید در زندگی ببینید. خب، این هفته این کار رو انجام بدید. 3. چیزهایی که برای داشتنشون گذر زمان لازمه. مثلا تشکیل یک خانواده یا تربیت فرزندان خوب نیاز به زمان داره. این لیست رو همراهتون داشته باشید. هر روز صبح اون رو بخونید، کم و زیادش کنید، تغییرش بدید. این لیست مال شماست. حالا میرسیم به مرحله دوم. یعنی جدول مهارتی لازم دارید. این جدول روند رسیدن به خواسته هاتون در زندگیه. اگر لیست 100 تاییتون رو نوشتید، باید بدونید با به دست آوردن هر کدوم از اونها شما آدم جدیدی میشید. یک پله از سایر افراد بالاتر میرید. در زندگیتون یک پله رشد شخصیتی، فکری و اجتماعی میکنید. شما دیگه آدم قبلی نیستید. برای این منظور شما از ابزار جدول سازتون یا برنامه اکسل یک لیست از مهارت‌هایی که برای رسیدن به چیزها در این لیست به اونها نیاز دارید رو لیست کنید و سپس زمان لازم و برنامه مورد نیاز برای فراگیری اونها رو هم بنویسید و مثل یک برنامه درسی، اهداف سالانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه برای اونها در نظر بگیرید. یه نکته، خواهشن خودتون رو گول نزنید. اگر واقعا مهارت فروش ندارید و هدف شما زدن رکورد فروشه، بنویسیدش و یاد بگیریدش. اما جدول شما باید 4 ستون اصلی داشته باشه. ستون اول، مهارت‌هایی که باید یاد بگیرید. ستون دوم، تحقیق و پژوهش‌ها. ستون سوم، اقدامات. و ستون چهارم، روند و عملکرد و برنامه ریزیتونه. در ستون سوم شما باید لیست تمام کارهایی که برای فراگیری مهارت مورد نظر انجام بدید رو بنویسید. مثل پیدا کردن کلاس آموزشی، کارآموزی یا کتاب خوندن. در ستون چهارم شما باید مشخص کنید چقدر از برنامه اصلی رو پیشروی کردید و چند درصد به مهارت مورد نظر نزدیک شدید. میرسیم به مرحله سوم. کارهایی که میتونید بلافاصله انجام بدید، انجام بدید. اگر حتی 5 تا از کارهای لیستتون رو هم بتونید در ماه اول به دست بیارید، انگیزه شما برای به دست آوردن باقی موارد به طرز عجیبی افزایش پیدا میکنه. مرحله چهارم، یعنی چیزهایی که به زمان نیاز دارن. اگر این چیزها رو در لیستتون مشخص کنید، اون وقت بابت هر یک ثانیتون در زندگی ارزشی چندین برابر قائل میشید. این کارها میتونه نوشتن یک کتاب باشه. خب، کتاب نوشتن زمان بره. شما نمیتونید یک کتاب رو یه روزه بنویسید. کارهایی هستن که بلند مدتن و شما باید برای اونها وقت بگذارید. مثل ترک سیگار، مثل بهبود روابط خانوادگی. مزیتی که این کارها دارن اینه که شما معمولاً در واحد زمان کار کمی انجام میدید. مثلا روزی 1 صفحه بنویسید یا برای وزن کم کردن ماهی 3 کیلو وزن کم کنید. اما کیفیت اقدامات شما به مراتب مهمتره. روزی 1 صفحه بنویسید اما خوب بنویسید. یا هفته‌ای 3 مرتبه ورزش کنید اما واقعا تلاش کنید. مسئولیت دیگه‌ای که مشخص کردن این موارد دارن اینه که به شما اجازه میدن بیشتر اهمیت زمانتون رو درک کنید. اون رو بیهوده هدر ندید. چرا؟ چون شما هدف دارید. شما اگر بدونید قرار این هفته 5 صفحه کتاب بنویسید، شاید دیگه وقتتون رو ساعتها صرف خوندن جوکهای بیفایده شبکه‌های اجتماعی نکنید. حالا بذارید یه جمع‌بندی با هم بکنیم. شما بعد از این برنامه به دنبال یک دفترچه یادداشت می‌گردید. یک لیست 100 تایی از کارهایی که می‌خواید انجام بدید می‌نویسید. بعد اونها رو دسته‌بندی می‌کنید. سپس برای هر مهارت برنامه ریزی می کنید و بعد هر هفته یکی از کارهایی که می تونید بلافاصله انجام بدید از لیستتون انجام می دید و برای برنامه های بلند مدتتون ارزش قائل می شید. حالا منتظر چی هستید؟ این سرمایه گذاری بر روی خودتون چنان ثروتی برای شما در پی داره که هیچ سرمایه گذاری مالی دیگه‌ای مشابه اون نیست. شک دارید؟ امتحانش کنید. اصلاً ضرر نمی کنید. یادتون باشه
این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اونها هم مثل شما در مسیر پیشرفت قرار بگیرن. این لطفو در حقشون بکنید. حالا یه سوال. شما در چه زمینه‌ای دوست دارید روی خودتون سرمایه گذاری کنید؟ برای فهمیدن جملاتی که افراد باهوش هر روز به کار میبرن، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. یادت باشه، جهان رازهاش رو برای کسانی که شجاعت پیروی کردن از قلبشون رو دارن فاش میکنه. پیروز و سربلند باشید.